مهرنگیز کار، حقوقدان از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم کار. شما موضع جاوید رحمان در محکوم کردن سرکوب اعتراضات در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب همونیست که باید باشه، همونیست که همه اونایی که به چشم هم دیدن و شاهد عینی برش بودن همین نظر رو دارن، چه برسد دیگه به آقای جاوید رحمان که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران هستند و متاسفانه تا اونجایی میتونن بفهمن چه اندازه خشونت این حکومت نسبت به شهروندان و به خصوص زنان جدی است که حتی سالهاست او رو که گزارشگر ویژه حقوق بشر و حسب شرط اونها هم مرد است و هم مسلمان به اون کشور راه نمیدن و همین به تنهایی کاملا نشون دهنده این است که با مردم ایران اینها چه میکنند که حتی نمیتونند یه خورده اوضاع احوالو تر و تمیز کنند که چند روز گزارشگر ویژه رو در یک فضای متفاوتی راه بدن به ایران. بنابراین موضع ایشون همون موضعی است که باید باشه و البته اینکه ایشون خب مطابق ساز و کارهای حقوق بین الملل انتظار داره که در ایران هیئتی بی‌طرف تحقیق بکنه درباره این موضوع، حتما برای ایشون هم روشنه که غیر ممکنه. برای ما خیلی روشنه که اساسا این حکومت هیچ گونه توجه و اهمیتی به جان مردم ایران نمیده و اینکه بخواد هیئت بی‌طرفی تحقیق بکنه درباره یکی از این قتل‌ها یک امید باطل است. خانم کار، با توجه به پتانسیل‌های سازمان ملل، فکر می‌کنید این سازمان چه رفتار مؤثری می‌تونه در قبال این سرکوب‌ها اتخاذ کنه؟ ببینید، سازوکارهای سازمان ملل متحد، بدون اینکه من قصد نفیشو داشته باشم، چون به هر حال ما جزو کسانی هستیم که جهان رو انقدر میشناسیم که فکر میکنیم همین اندازه هم خوب یک سازمانی وجود داشته باشه و شاید دیگه از خیلی بدتر شدن جلوگیری بکنه و یک جایی برای اینکه شاید نمایندگان دولت ها بتونن دور هم جمع بشن حرف بزنن. ولی واقعیت اینه که یه حد اقلی داره این سازوکار، یه حد اکثری داره. خوشبختانه تعدادی از وکلای دادگستری چندی پیش یک بیانیه‌ای صادر کردند، اظهار امیدواری کردند که حد اکثری استفاده بشه از امکانات سازمان ملل برای مهار خشونت ورزان در ایران و همچنین تقاضا کردند که موضوع رو خیلی جدی بگیرن و ببرن در اون سطوح بالا. اما خب ما در این اینکه خوشحالیم از اینجور توجهی که گزارشگر ویژه داره و این وبیناری که خیلی هم با عجله تونستن به هر حال سامانش بدن، این فشار فشاریه که روی جهان و دولت‌هایی که در حال حاضر خیلی دوست دارن در آینده نزدیک با ایران وارد روابط اقتصادی خاص بشن نمیتونه بی اثر باشه. و چون اینا بیشتر کشورهایی هستن حکومتاشون حزبیه، اگر حزب اکثریتو که حاکم هست تحت تأثیر قرار نده، حتما حزب اقلیت رو که حزب رقیب هست تحت تأثیر قرار میده و حزب اقلیت میتونه با زبان رسا نقد بکنه اون حزبی رو که الان سر کار و حاکمه در کشورهای اروپایی. اما اگر که فکر بکنیم به آخرین حدی که ممکنه متصور باشه از کارهای سازمان ملل متحد علیه دولت خشونت ورز و جنایتکار ایران، این است که بالاخره نهایتاً بره به شورای امنیت و خب در شورای امنیت متاسفانه ما دو تا پهلوان داریم که فعلا حق به تو دارن و هر دوتاشون از دوستان
حکومت خشونت ورز و جلاد ایران هستن. یکی روسیه است و یکی چینه و اینا حق وتو دارن. در حال امیدواریم که این روزها یک فکری بشه برای اینکه بیشتر جوانای ما کشته نشن در ایران، بیش از این سازوکاری که ما ازش سراغ داریم و میشناسیم.